سلام، رو بابا محمدی هستم، 19 سال سن دارم و من از بطن مادر مخصیم به دنیا آمده بودم معیوب و وقتی 3 ساله شدم خانواده من کوشش کردن و تصمیم گرفتن که من را تداوی بکنن. مدت 5 سال من تداوی شدم در شفاخانه صلیب سرخ کابل و آن خیلی خوب شده بودم، آنقدر خوب شده بودم که من با پایم قالبایی که در پای داشتم من با پایم راه میرفتم، از بغل دیوار کمک به دیوار من راه میرفتم، خیلی خوب شده بودم. اما به خاطر اقتصاد ضعیف و ای که من سنگین شده بودم و مادر پدرم دیگه توان نداشتن مرا ببرن در شفاخانه، به خاطر همین مادر پدرم منصرف شدن و مرا دیگه نبردن و تا 16 سالگی من گوشه‌نشین خانه بودم، هیچ کسی را نمیدیدم، با هیچ کس ارتباط نداشتم و خیلی در نقاشی علاقه داشتم اما من نمیتونستم کار بکنم. من حیران مانده بودم وقتی دست پایم کار نمیکنه من چطور از قلم استفاده بکنم و مکتبم نمیرفتم، کوشش میکردم خواندن نوشتن در خانه یاد بگیرم. خواهرام اینا همه در مکتب میرفتن و وقتی در خانه می اومدن من کوشش میکردم از اونا چیزا رو یاد بگیرم که اونا هر چیز در مکتب یاد میگرفت می آورد سر من پیاده میکرد مرا یاد میداد، یعنی خواهرام استاد من بود. و من وقتی که اولین بار قلم تصمیم گرفتم بگیرم از قلم استفاده بکنم خیلی فکر کردم که من چطور از یک قلم استفاده بکنم، چون اصلا دست و پایم دستم کار نمیکرد، اصلا راه رفتن نمیتونستم. بعد قلمم با پایم گرفتم، خیلی کوشش کردم که از قلم استفاده بکنم اما نتونستم، من حتی نتونستم که یک الف بنویسم. بعد ناچار من قلم با دهن گرفتم و وقتی که یک خط مستقیم با دهن کشیدم، قلم که با دهن گرفته بودم، واقعا خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه من تونستم از یک قلم استفاده بکنم. بعد تصمیم گرفتم کم کم خواندن نوشتن یاد بگیرم و نقاشی را هم خیلی خیلی علاقه داشتم اما من تصور نمیکردم که من یک روز شب استاد نقاشم. به خاطر همین من سندرلا سفید برفی کارتونیایی که موش پیشک اینا رو من خیلی دوست داشتم و رسامیایش رو من میکشیدم، طراحی میکردم، بعد اون رنگ‌آمیزی میکردم. و اولین بار که من یک نقاش دیدم که نقاشی میکرد در تلویزیون بود، باب راس نقاش که مویای خیلی تونی تونی داره، خیلی قشنگ میکشه، یعنی نقاش خارجی است، طبیعت میکشه میشه. و من وقتی رو دیدم آرزو کردم ای کاش من بتونم روزی مثل باب راس نقاش شوم و او را الگوی زندگی خود قرار داده بودم، این یک آرزو به من شده بود. بعد من تصمیم گرفتم که کم کم رنگ آموزی بکنم، هی کم کم رنگ آموزی بکنم. آنقدر خوب شده بودم در نقاشی که پسان یک از دوستای ما آمده بودن در پیش ما در حال نقاش کردن مرا دید، بعد گفت که هی بابا یه خودت کشیدی؟ باز من گفتم آره، ولی چندان فکر نکنم خوبش آمده باشه. بعد گفت نه واقعا عالی، فوق العاده، خیلی خیلی من تشویق کرد خلاصه و بر من تخته گرفت، پنسل گرفت، کتابچه گرفت. من شروع به رسامی کردن کردم و او رسامی رو بدون استاد شروع کردم، هیچ راهنمایی نداشتم، واقعا سخت بود. وقتایی بود که من تا گریه میکردم و کار میکردم، آنقدر کسی نبود من راهنمایی بکنه، کسی نبود تا بگه از کدام پنسل استفاده بکنم از کدام نکنم. و چندین بار من میگفتم که اصلا منصرف میشم از رسامی کردن، یعنی من نمیتونم، من هیچ توانایی هیچ چیز را ندارم، اقسمی فکر میکردم. بعد هر بار پدر من تشویق میکرد، هر بار هر رسامی که من میکشیدم اصلا سر خود باور نداشتم، ولی پدر هر بار که من تشویق میکرد باورم در خودم بیشتر میشد تا اینکه واقعا تصمیم جدی گرفتم که من باید رسامی و نقاشی اینا رو همه دنبال بکنم، چون خانواده من تشویق میکنن. ولی مادرم همیشه مانع‌گر بود، میگفت کار نکن. من گفتم چرا؟ میگفت به خاطر که سر تا پایین میکنی، به تکلیف میشی، کمر درد میگیره، اینا همه سخت است. چون مادر از نگرانیش زیاد بود به خاطر همین. اما نقاشی عشق من بود، به خاطر همین من شوای شوا تا ساعت 1-2 بجر میشستم و کار میکردم. بعد وقتی خیلی خوب شده بودم، من دو رسامی رو در یک از دوستایم دادم، در بدلش یک تلفن نوکیا گرفتم و یک فیسبوک برای خود جور کردم، تلفن با پایم استفاده میکردم. اصلا عکس خودم در فیسبوک نمانده بودم، هیچ کس مرا نمیشناخت، همه مزاحمت میکردن. وقتی رسامی های خودم میماندم ریشخند میزدن، خنده میکردن، هی چی کشیدی چی نکشیدی. بعد یک روز نوروز بود، همه رفته بودن در جشن سال نو، من تنها در خانه بودم، خیلی دلم تنگ شده بود، خیلی بغضم گرفته بود، چون من روز نوروز تنها با مون لباس خانگی خودم که همه خود آرایش کرده بودن، همه رقص و پایکوبی میکردن، همه جای رفته بودن، اما من تنها در خانه مانده بودم.
بعد تمام درد و دل خودم نوشتم در فیسبوک پست کردم. بعد یک از تلویزیون یک از گزارشگرای تلویزیون پست مرا دید و بعد به من پیام گذاشت که واقعا یک واقعیت داره. گفتم آره. بعد شماره مرا خواست و بعد آدرس مرا خواست و آمد و ازم گزارش ساخت. بعد همه مردم خبر شد. هی آنقدر سرم شلوغ شده بود که من اولین بار که در یک برنامه رفتم سخنرانی کردم بند مانده بودم در گپایم، چون من وارد اجتماع نبودم، هیچ گپای خود بلد نبودم. حتی کسی که به من زنگ میزد من حتی نمیفهمیدم چه قسم با این شخص برخورد بکنم و خیلی بند میشدم در گپایم، اصلا نمیفهمیدم با چی کار بکنم. و بعد مردم همه قضاوت میکردن، یکی بد میگفت، یکی خوب میگفت، یکی میگفت خیلی بد گپ میزنی، یکی میگفت واقعا خیلی خوب گپ میزنی. اما هیچ وقت ترس نداشتم از گپام، هیچ وقت خجالت هم نمیکشیدم. اولین بار که در یک برنامه رفته بودم 3000 نفر همه تو شیشته بود، جشن فراغت بود. من وقت سر استیج بالا شدم باید از زندگی خود قصه میکردم، اما من ایران مانده بودم چی بگویم. طرف اینا سعی کردم گفتم اصلا من براتون چی بگویم، یعنی خب ما را چون اینجا خواستین، خب برای چی جمع شدین؟ اصلا نمیفهمم باید چی کار بکنم. او روزا اصلا یادم نمیره و حال در جایگاه رسیدم. من حال خیلی نقاشای زیادی دارم، حدود 200 اثر دارم که خیلی هایشان فروخته شده، خیلی هایشان در نمایش گذاشته شده و مدت 5 سال میشه حال نقاشی میکنم. و آرزوی من این بود که یک روز شوه استاد نقاش شوم، یک روز شوه گالری داشته باشم، یک روز شوه که شاگرد داشته باشم، امروشون کار بکنم. و حال امو آرزوی من برآورده شده و این وقتی که من در این موفقیت در جایگاه که من رسیدم، همشون از برکت خانواده من بودن، همیشه اونا تشویق کردن مرا، همیشه پدر مادر و برادر اینا همه مرا تشویق کردن. و من حالا یک مرکز رو برای انداختم، مرکز فرهنگی و هنری رو بابک. ما تنها در بخش نقاشی فعالیت نداریم، بلکه بخش نقاشی موسیقی، شعر و ادبیات و فن بیان فعالیت داریم. بخش نقاشی من خودم استاد هستم و شاگرد زیاد دارم و کار میکنم امرایشان. بیشتر دوست دارم با معلولین کار بکنم. من نمیخوام دیگه معلولین مثل مواری بی سواد بانه. من نمیخوام دیگه معلولین آرزوی ایره بکنه که یک روزی به مکتب، ای کاش میشد یک روز به مکتب برم. میخوام اینا، میخوام راهنمایی بکنم به مو آرزوی خود برسن. میخوام اصلا مکتب بره. اونا هم آینده سازان افغانستان هستن، اونا حق دارن تحصیل بکنن. هیچ کس مثل من شده نمیتونه که همت بکنه در خانه خواندن نوشتن یاد بگیره. این من هستم که در خانه خواندن نوشتن یاد گرفتم و حال هیچ لغت و هیچ چیز هیچ مشکلی هم در لغت اینا ندارم. خواندن نوشتن در خانه یاد گرفتم و بیشترین کتاب من مطالعه میکنم، من میخونم. میخوام واقعا یک ربابه جدید شوم. منم واقعا خداوند یکی میگم یک چیز را از ما میگیره، چیز دیگر در بدل ما میته. من دیدم یک شخص را دیدم که اصلا هیچ چیزی برش نداده بود و همه چیزش هم گرفته بود. مثلا دختری را دیدم در شفاخانه سرب سرخ، همچنان وقت پیش رفته بودم در اونجا. من یک کارت خود یک مشکل داشتم، من اون رو جور کردم. من بعد از 11 سال من در شفاخانهشان رفتم، سعی کردم. اما دکترشان تغییر کرده و همه چیز تغییر کرده، حتی جایشان تبدیل شده بود، با سختی پیدایش کردم. بعد دختر رو دیدم که اصلا هیچ چیزی به خداوند به او نداده بود، هیچ چیز، و همه چیزش رو هم گرفته بود، دست و پایش گرفته بود، ذهنش گرفته بود، همه چیز اصلا مثل مرده و مثل مرده که فقط نفس میکشه مقسمی بود. من واقعا خیلی سوالات در ذهنم خلق میشه. آیا خداوند چرا همچون چیزایی، چرا اصلا نمیگه خداوند حتما یک چیز رو میفهمه، یک کار میکنه؟ من واقعا به تجربه آور است. من واقعا وقتی او رو دیدم به خود شکر کردم، یعنی که من درست از خیلی مشکلات دارم، اما ذهنم باز است، زبان دارم و خیلی احساس من، گپای من، همه چیز خود میتونم بگویم. پس همیشه خداوند رو یاد بکنیم و من امیدوارم روز شوه که با خدا صحبت بکنم، ارتباط کاملا بگیرم و خیلی سوالات از خداوند دارم که چرا خداوند همچین چیزایی، یعنی سوالات من خیلی زیاد است، خیلی زیاد. چرا خداوند همچین آدمای آفریده؟ چرا اینطوری شده؟ چرا اونطوری شده؟ یعنی خیلی سوالات من، میخوام جوابایشون پیدا بکنم. و یک از آرزوهام این است، منم واقعا این آرزو بگویم، رویا بگویم، هدف بگویم، چی بگویم اصلا، یعنی این را نمیفهمم نامش چی بونم.
واقعا یک از آرزوهای می هست که بتونم روزی با پای خودم راه برم. درست است که من مثلا خیلی خوب شده بودم و بعد از شفاخانه فاصله گرفتم. از یک لحاظ فکر میکنم بخاطر سنم زیاد شده من نمیفهمم واقعا امکانش هست یا نیست، اما اگر امکانش باشه میخوام اون روز را فرا برسه که ما با پای خودم راه برم. آن بوتای بلنده که دوست دارم میخوام بپوشم، میخوام واقعا برقصم. و اولین کسی که در آغوش خواد گرفتم مادر و پدرم خواد بود، چون من هیچ کس را داغوش نگرفتم، نتونستم داغوش بگیرم. همه من داغوش گرفتن، همه من کس را داغوش گرفتن نتونستم. واقعا هیچ وقت قدر نداشتنی هایتان همیشه قدر داشتنی هایتان رو بفهمین. و اگر نداشته باشین واقعا ناله میکنین، اگر داشته باشین باز قدرشان نمیفهمین. ما انسان ها قسمی همیشه هستیم، پس همیشه قدرشان رو بفهمین. من در هر کشور که امکانش باشه میخوام تداییشان در هر جایی. اگر کسی صدای من رو میشنوه پس لطفا هیچ کار نکنه، هیچ کار نکنه، نه حمایتم بکنه، نه پول میخوایم و نه چیز دیگه. فقط همین که مرا فقط در شفاخانه برسانه که فقط تداییشم، میخوام زیر تدایی قرار بگیرم، چون من هر روز اقسیمی وضع من خرابتر و خرابتر میشه. یک بار تصور بکنین بغیر از هنر نقاشی، بغیر از ایگپا، بغیر از حرفایم، بغیر از چهرم، یک بار تصور بکنین 10 سال بعد یا 15 سال بعد من چه قسم خواهد بودم. چون من اصلا راه نمیرم و 24 ساعت میشینم. به نظرتون 6 تن 24 ساعت چه قسم است؟ پس اگر صدای من رو میشنوین، اگر این کارو بکنین، هیچ وقت لطفتان فراموش نمیکنم. این فقط یک آرزوی من است. دولت متاسفانه تا بالا هیچ کمکی به من نکردن و من خیلی سر و صدا کردم، احساس و خیلی کوشش کردم صدای من بکشم و نکردن. اما فعلا خوشبختانه رئیس اجرایی بر من خیلی وعده های زیاد دادن که مرکز من رو حمایت میکنه، مثلا کرای جای من رو میده، چون من اصلا حمایتگر ندارم. من میقدر نام که دارم، من میقدر نام که کشیدیم، باز هم دولت کدام کمک نکرده. و اولین بار است که من میبینم رئیس اجرایی اولین مرد است که به من وعده داده که حتما این کار میکنه. و نه تنها ما بلکه روبابه های دیگر هم باید حمایت شود، تمام ملولین باید حمایت شود. و من دوست دارم با ملولین در اینجا کار بکنم. من نمیخوام تنها به نفع خود همه چیز استفاده بکنم که هی به من کمک بکنین، هی به من کمک بکنین، نه. بخاطر همه ملولین عضو همین مرکز ما است. تنها این مرکز از خودم نیست، بلکه این شریک هستیم کل ما. همه ملولین از همه هستن و من میخوام در دوستای ما کمک بکنم. رئیس اجرا صاحب و من جنرال لازقم کشیده بودم و بیادرش تادین خان دیدن خودم آمد و رسامی را تقدیمشان کردم و برد. ولی واقعا سورپرایز شده بودم اصلا، یعنی کاملا من را متعجب کرده بود. من ایش خودم خبر نداشتم، فقط یک نفر بر من زنگ زد که میایم و ارتباط با رسامی جنرال رازق گپ میزنیم و خود رسامی جنرال رازق هم باشم. من گفتم اوکی. بعد منتظر بودم، ما بودم و بیادرم بودیم و خواهرم بود. بعد ما آرسیم تو شیشته بودیم که اینا میاین، منتظر ما آقا بودیم که یک دفعه سعی کردیم، 3 موتر زیره اومدن. و بعد بیادرم اومده چشمه خود کلان کلان کرده میگه که ای بابا تادین خان اومده، خود قومندان صاحب. من خیلی خیلی واقعا متعجب شدم، خیلی حیران زده شدم. بعد اینقدر قلبم دوک دوک میکرد، اینقدر میزد، یک رقم هیجان شده بودم خیلی. بعد اومد رسامی رو گرفت و خیلی من رو تشویق کرد و خیلی یعنی من از این تقدیر کرد. بعد رسامی رو برد، ولی پدرم واقعا آرزو داشت او رو ببینه، اما نشد. اون فقط 12 دقیقه یا 10 دقیقه 6 بعد از باز رفت. و امید 10 دقیقه هم پدرم کوشش کرد خود برسانه و فقط ببینه، چون پدرم سر وظیفه بود نتونست ببینه، هیچ کس نتونست ببینه. و بعد عکسای ما در فیسبوک اینا پخش شد. و بعد حالا همه میگه که تو همون نقاش هستی که جنرال رسامی جنرال رازق کشیدی، یعنی تو نمیشناسی که من نقاش هستم با دهن میکشم. واقعا از این بابت خوشحال هستم و میخوام هر بار قهرمان ها رو میخوام فقط بکشم، میخوام چون خودم قهرمان هستم فقط میخوام قهرمان ها رو بکشم. دوست ندارم فقط ضعیف ها و بی انگیزه و از زندگی خسته هستن اونا رو بکشم، فقط میخوام اون کسان رو بکشم که در کشور ما خدمت کرده باشه، میخوام یک چیزی شده باشه، یک نام نیک از خود مانده باشه، میخوام فقط اونا رو بکشم چون ما میتونیم. در کل از همه تشکر میکنم که این مستند مرا دیدن و از دولت، از مردم عام، از خانوادم خصوصا تشکر میکنم که با ما بودن و هستن. و در اخیر میخوام به ملولین بگویم هیچ وقت دست بالای دست نگذارین، حتی با زنجیر هم که بسته تان بکنه باز هم با چنگ دندان هنرتان به همه نشان بدید.